پیش در صحبت میکنیم در این مورد با مهراب دین صافی، والی پیشین کاپیسا که در استودیو با ما هستن. آقای صافی سلام به شما، به برنامه خوش آمده. در رابطه با صلح افغانستان انتظار میرفت که هیئت به دوحه قطر بره و بالاخره این مذاکرات آغاز شوه، اما هنوزم تاخیر وجود داره و هنوز هیئت نرفته به دوحه. از دید شما چه مانع دیگر وجود داشته میتونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما به بیننده تلویزیون طلوع نیوز تقدیم میکنم. من در قسمت پرسش ما باقیده ما که همچو تاخیر در همه مسائل موجود بود از ابتدای مذاکرات تا حال، و ای هم یک تاخیر مقطعی و شاید بسیار بروزها فرق کنه. دلایل وجود داره. شما میدانین که هیچ مانعی حالی وجود نداره در بین بخاطر مذاکرات که آغاز شوه، اما یک سلسله مسائل تکنیکی شاید باعث شده باشه که دوست. یکی خود ما شما میدانیم که هیئت طالبایی که سفر کرده به پاکستان، او هیئت فکر میکنم تا حال تکمیل نیسته و به همین شکل هیئتی فکر میکنم مقدماتی از طرف دولت افغانستان بخاطر برگزاری امین نشست به دوحه رفته، و دلایل شاید وجود داره که یک دلیلی ممکن ما فکر نمی کنم که سر ازو بسیار تاکید شوه که شش هفت زندانیه که واب از طرف استرالیا و از طرف فرانسه خواسته شده بود که باید این بندی ها رها نشوند. فکر می کنم که تا حال او زندانی ها هم رها نشده. بنابراین ما در مجموع گفته میتونم که این مذاکرات آغاز میشه و شاید یک روز دو روزی تاخیری در بین بیایه، اما مذاکرات آل فیصله شده. شما میدونین که دونه سفارت امریکا هم تقریبا اطمینان داد که باید دیگر در این قسمت چی بهانه‌جویی نباید از هر طرف یا از دو طرف نباشه و مذاکرات آغاز شوه. در این راستا فکر میکنم کدام مانع بزرگی نیست. درست، ممنون جان. آقای طارق فرهادی استاد دانشگاه همچنان با ما هستن. آقای فرهادی شما هم به برنامه خوش آمدین. در رابطه به همین تاخیر صحبت های شما را هم میخواییم داشته باشیم که از دید شما حالا چه بهانه جویی های صورت میگیره. سلام، صبح بخیر به شما و به بینندگان عزیز. من دیگه آل خوشبین هستم، این مذاکرات در چند روز آینده آغاز میشن و به هر صورت چون شنیده میشه که چند میمان خارجی و وزرای خارجی چند کشور میباشد اونجا، نظر به تقویم از اونا هم این تاریخ شاید کم پیش و پس بفته، اما فکر میکنم در روزهای آینده مذاکرات شروع میشه. یعنی فکر میکنیم کدام مانعی جدی وجود نداره دیگر؟ امکان داره که در دقیقه 90 پاکستان همراه ملا برادر بعضی چیزها را مذاکره میکنه قبل از اینکه ملا برادر پس به دوحه بیایه. ما همیشه فکر میکنیم که طالبان بیخی گپشنو پاکستان هستند، اما در این حال که طالبان در مذاکره داخل میشن و شاید در آینده در قدرت بیاین، از یک رول میدان جنگ به یک رول دیپلماتیک و رولی که فردا امکان داره در قدرت شریک باشن اینا داخل میشن، و در این رول نو پاکستان چیزای دیگه از اینا میخواه، و وقتی که ملا برادر با یک هیئت رفته به پاکستان چند روز پیش و تا بال پس به دوحه نرسیده، امکان داره که باز چیزها از پیش از او خواسته شوه که در مذاکرات موضع پاکستان هم دفاع شوه از طرف از اونا. تمام موضوع درست واضح معلوم نیست، اما خوشبینی در اینجاست که ما به طرف میز مذاکره میریم و اگر این میز خدا نخواسته چپه شوه خود جنگ ادامه بیفته. پس ما باید خوش باشیم که به میز مذاکره میریم، و این ما میفهمیم که تاوال به اصطلاح طالبان مرغشان خود یک لینگ داره و یک چیز میخواین، و اما ما باید تدبیر داشته باشیم که اقلا اینا را بریم در مذاکره شامل کنیم، و مذاکره یک چیزی است که خودش در هر جای دنیا داد و گرفت داره. اعتراض نمیشه که تمام چیزایی که ما بخوایم از اون طرف مذاکره برای و تمام چیزایی که اونا میخواین، اما ای که با هم بشینیم و با تدبیر بتانیم که
موضوعی که در میدان جنگ فعلا حل و فصل میشه با خون و خشونت با مذاکره حل کنیم بر افغانستان درست. یک چیز خوب است. درست. ممنونتان آقای فرهادی. آقای صافی، در رابطه با این مذاکرات، حالا آقای فرهادی اشاره کردن از سفر ملا برادر به پاکستان، فکر میکنین که چقدر پاکستان از این فرصت استفاده خواهد کرد تا خواستها و مواردش را بقبولانه توسط طالبان بر حکومت افغانستان؟ به عقیده من فکر نمی کنم که به او پیمانه طالبان تحت تاثیر برن و صحبت ها یا خواسته ها را قبول کنن، اما در این شکی نیست که کشورهای همسایه ما، کشورهای منطقه می خواهند که ایجا یک سلسله منافع داشته باشن و در مجموع این مذاکرات و آغاز پروسه صلح که تقریبا 18 ماه شده در این صحبت شده و دید به استلام و دقایق آخری وقتای آخری که حالی همه خوشبین است که مذاکرات آغاز شود، فکر می کنم که طالبان متحد هستند و دولت افغانستان خواه از ابتدا شاید دید راستا به او شکل کدام مشکلی نباشه و مذاکرات آغاز میشه. مذاکرات فکر می کنم که دید راستا دیگه هیچ موانعی دیگه دیده نمیشه و به او پیمانه ما تصور نمی کنم که شاید خواسته های همسایه ها و یا خواسته های کشورهای منطقه به او پیمانه در نظر گرفته شود. درست. یکی از مواردی که به مردم افغانستان مهم است این است که خشونت ها کاهش پیدا بکنه، حداقل تا آغاز این گفتگوها، و پس از او باید آتش بس برقرار شود که خواست امریکا و جامعه جهانی همچنان است. چقدر فکر میکنین که چون این چیز خواهد شد؟ یک اصل مذاکرات ایسته که در وقتی که دو طرف برای مذاکرات میرن، حتما طرفین تلاش میکنن که در میدان جنگ اینا باید امتیازاتی داشته باشن که تا و هر طرفی که به جنگ بسیار پیش است شاید امتیاز زیاد در مذاکرات بگیره، اما من فکر میکنم که هر دو طرف افغان هستن و اونا باید انعطاف نشان بتن و به این پیمانه شاید انشاءالله که مذاکرات اگر در بین هر دو طرف آغاز شد، این در مذاکرات است که سر کم کردن خشونت و به می شکل آتش بس که فکر میکنم این اصل نشست است. شما دیده باشین که وزیر خارجه افغانستان به می شکل دولت افغانستان از ابتدا خواهشمند عزیز که ما در مذاکرات باید آتش بسی داشته باشیم و در پرتو آتش بس مذاکرات در یک فضای خوب برادری و افغانی درست. باید پیش بره. دیگه او وقتی است که شاید سر آتش بس و اولین اجندای دولت افغانستان هم شما دیده باشین که به هیئت مذاکره کننده ای که به دوحه میره امی اجندای اول به می داده درست. شده که باید خشونت کاهش پیدا بکنه و ما باید آتش بس مطالبه کنیم، سریعزی باید صحبت شود، اما تا زمانی که مذاکرات شروع نمیشه ما شما میدانیم که جنگ ها ادامه داره. میاریم در فاریاب جنگ است، در دیگر نقاط کشور ما شما میبینیم که جنگ ها ادامه دارن. مگر ما بازم امیدوار هستیم که باید طالبان منعطف کنن و این جنگ کاهش بدن. درست. ممنونتان آقای فرهادی. در رابطه با هیئت گفتگو کننده میخوایم دیدگاه شما رو داشته باشیم که حالا همواره گفته میشد که حکومت افغانستان نتونست آمادگی بگیره و یا هم اختلاف وجود داره و مسائل دیگر، اما حالا از این گفته میشه که گویا هیئت طالبان منابع میگن که تکمیل نیست. دیدگاه شما چی هست؟ دیدگاه ما ایست که در هیئت طالبان یک زن هم نیست و شما ببینید که اگر طالبان میگن که ما از مردم افغانستان نمایندگی میکنیم، خود 50 الی 55% مردم افغانستان زنها هستند و زنها و خانمها زیادترین قربانی رو دادن به جنگ، به خاطر که برادران، پسران، شوهرای خود از دست دادن اینا و آیندهشان تاریک شده. خیلی باید طالبا بتانن که یکی دو خانم هم بیارن که از دیدگاه از اونا ما بفهمیم که خانم ها چی میخواه. یک دوم که در حیات طالبا جوان ها هم دیده نمیشن. این ریشایی که ما میبینیم پیش طالبا زیادترش سیارنگ کدگیست، متعا سنایشان نام خدا بالاست،
و باید که کسایی که در میدان جنگ هستند که جوانایشون از حیوان چند تاش باید بین و که نظریات از اونا چیست و برای از این که اگر میخواییم که هیئت همه شمول باشد، طرف ما هم طرف کابل هم هیئت مشکلات داره، اما هیئت است که چند ماه پیش ساخته شده بود، اما احزاب سیاسی تبصره های خود داشتن قسمی که خبر دارین، اما ای که مذاکرات شروع شد و اینمی خودش یک اصل مهم است، باز این چیزا اصلاح شده میتونه و ای هم از طالبان مطالبه شده میتونه که خیلی شما چرا یک بعضی خانمه رو نمیارین در حیاتتان؟ درست. و فکر میکنین که حالا هیئت حکومت افغانستان بتانه هیئت طالبان را قناعت بده حداقل در موارد مثل آتش بس و موارد دیگر، چون از هیئت طالبان وقت صحبه صورت میگیره از این هم صحبه صورت میگیره که ممکن تعداد زیاد از شیخ الحدیثا در تشکیل این هیئت باشند؟ در مورد آتش بس من فکر نمی کنم که طالبا را کسی قناعت داده بتانه، به خاطر که یگانه اهرم فشار طالبا جنگ است. فعلا اینا به زور جنگ در این میز رسیدن، به زور جنگ همراه امریکا در این میز رسیدن و به زور جنگ آل همراه افغانستان است، باقی مردم افغانستان در میز رسیدن و اتون نیست که آل پیش از اینکه چیزایی که مطالبه میکنن و بخواین خشونت استاد کنند و این یک پیغام راه گم کننده می باشه برای جنگجویانشان در کشور. پس اینا جنگ ادامه میتن، خشونت ادامه میتن و در حالی که مذاکره میکنن مطالبات خود روی میز میگذارن و اگر طالبان باشیم که این مذاکرات دیر نشه، خاطر که پریشانی است که مثلا در 18 کشور دنیا که گفتن که ما میخواییم کنفرانس های صلح دایر کنیم که با شما به این گپ بزنیم، خب بسیار زمانگیر است، مردم کشته میشه در عین حال. اگر این مذاکرات زودتر نتایج بهتر ببینن و هر دو طرف به همدیگه نزدیک شوند، او وقت امکانش هست که باز روابط اجتماعی هم برقرار شود بین مذاکراتی های طالبا که شیخ الحدیث هستن و بعض شیخ الحدیث هایی که از این طرف و این طرف میرن. خب حدیث بازم یک حدیث هست نه؟ اگر که بتانن که اینا با همدیگر روابط اجتماعی برقرار کنن و تشویق کنن از این که خشونت کمتر شود. ممنونتون آقای فرهادی. آقای صافی، بالاخره از دید شما چقدر نیاز جدی و مبرم بر ادامه گفتگوها و مذاکرات، پذیرفته شدن آتش بس در اولین مذاکراتی که آغاز میشه بوده میتونه؟ در این شکل نیست که در این مذاکرات شاید بسیار وقت گیر باشه، در این مذاکرات مشکلاتی وجود داشته باشه. اول خوب به هر دو طرف طور که آقای فرهادی گفتن علمای جیدی شیخ الحدیث های ما هم داریم از این طرف و از طرف طالبان شاید باشن. این نشست اول یک جلسه تعارفی است و بعد از او معلوم میشه که خواسته های هر طرف میخواد خواسته خود باید تحمیل کنه، طرف دولت افغانستان، طرف سیاسیون افغانستان، به این شکل طالبا هم اونا هم مطالبه دارن که باید وا بخواین تحمیل شوه. مشکلاتی شاید در مذاکرات باشه، اما یک نوید خوب است برای ما که ما اقلا بجای جنگ به مذاکرات میریم. جنگ خود 40 سال است که در این کشور چقدر بدبختی های رو بار آورده، ما چقدر تلفاتی دادیم. همین شما میبینین که در جریان همین 5 ماه 6 ماهی که مذاکرات به تعویق افتید، ما شما چقدر تلفات دادیم از اردوی افغانستان، از به اصطلاح ملکی های افغانستان. به عقیده من فکر میکنم که این مذاکرات حتما موفق میشه، چرا نشست حتما تاثیرات داره که دو طرف بشینن خواسته های ارائه بکنن، اما حتما سر مسائل یک تفاهم میشه. درست. در بسیاری از کشورها دیده شده که وقت دو طرف، آقای فرهادی اشاره کردن که اینا به واسطه جنگ به این میز رسیدن، درست، اما وقت دو طرف میاین به یک میز مذاکره میشینن و قرار صحبت بکنن، اگر آتش بس وجود نداشته باشه خشونت ها ادامه پیدا بکنه و بیشتر هم شوه، چقدر خود می روند را صدمه میتونه بزنه؟ در این شکل نیست که این جلسه یک اعتماد سازی را هم کار داره که باید از طرف اعتماد بکنن سر یکی دیگه، اما جنگ شده. در این شکل نیست 18-19 سال طالب جنگ کرده با دولت، به همین شکل
مشکلات های زیادی وجود دارد. تلفات طرف طالبان صورت گرفته، تلفات طرف دولت صورت گرفته. این شاید مشکلات داشته باشه، اما اگر مذاکره کننده میخواین که به یک کامیابی و به یک رای حل برسن اونجا، ضرور است که باید اونا آتش بستی را باید بپذیرن، اقلا امو کاهش خشونت ها را باید بپذیرن. در غیر از او خود اگر ما امو سر یک حرف خود استاد شویم که طالب بگوید که نه جنگ ادامه پیدا بکنه و دولت افغانستان بگوید که صلح شوه و آتش بسی باید در میان باشه، ما فکر میکنیم که در او صورت دیگه شاید بنبستی در مذاکراتم به میان بیایه. اما در مجموع شما اظهارات سخنگوی طالبان هم شایم دیدین به میشکل که اونا هم تاکید میکنن که ما در وقتی که در مذاکرات میریم مسائل شاید صحبت شوه، سر مسائل شاید توافقی صورت بگیره. من معتقد هستم که اینا اگر نشستی بکنن در میان نمون نشست های مکرر شاید یک تفاهمی به خاطر کاهش خشونت ها یا به میشکل آتش بس که نیازی بسیار مبرم و اساسی است به خاطر پیشبرد مذاکرات شاید سریعی یک تفاهمی بکنن. در غیر ازی فکر میکنم که این نباید یک زیای وقتی که 18 ماه سریعی مسئله کار شد و امروز که فرد افغانستان، ملت افغانستان همه منتظره. شما میدونید که امیال جامعه جهانی چقدر تاکید بره همین پروسه صلح میکنه. شما ایالات متحده امریکا را اظهارات معاون سفیر کرن دیکر شما شاید دیدین که اونا هم گفتن که باید در قدم اول باید آتش بس سرش صحبت شوه، آتش بس شوه، تا در پرتو آتش بس این مذاکرات باید به پیش بره. اما با آن هم من فکر میکنم که با او پیمانه که تو فکر میشه که مذاکرات بسیار متو به زودی به پایان برسه و موفقانه، به او شکل هم نیست. این وقت گیر است، وقت میگیره. درست، ممنون. آقای فرهادی، در رابطه به گفتگاه ها حالا صحبت صورت میگیره از این که بالاخره اگر این گفتگوها باز هم به تأخیر بیفته، آیا فشارهای وجود داره که طالبان را و جنای افغانستان را قناعت بتن که بالاخره هر چی زودتر این گفتگوها را آغاز بکنه؟ یا حداقل اگر مشخصتر بگوییم آقای ترامپ که میخوان، حالا گفته میشه من حیث یک دستاورد میخوان برای انتخابات استفاده بکنن صلح افغانستان را، قادر به خواهد بود تا در همین مدتی که به انتخابات مانده مذاکرات صلح افغانستان را به یک جای برسانه؟ بله، اصلا نمید مذاکرات در حقیقت زیر فشار امریکا صورت میگیره و قطر هم حرف امریکا رو میشنوه و پاکستان هم که طالبان حاضر کرده به مذاکره منافع خود از پیش امریکا گرفته در عرصه اقتصادی و غیره و در حقیقت برای خود هم یک اعتبار بهتر کسب کرده و وزیر خارجه پاکستان هم در اینجا حضور می داشته باشه و چند بار گفته که از خیر ماست که شما مردم یک جای میشینین، اگر نیخو شما امرا یکی دیگه حرف زدن یاد ندارین، تنها جنگ یاد دارین، ما ماستیم که طالبا را آوردیم به میز مذاکره. آقای قریشی چیز گفته. مشکلی که من از طرف کابل میبینم یه است که برای طالبا، برای رهبرانشان در حکومت هیچ جای مدنظر گرفته نشده. کابل فکر میکنه که طالبا میاین بچه‌هایشان در اردوی ملی مه و رهبرانشان میرن در کنج مسجد میشینن. این طرخانه همیشه اونا 19 سال جنگ کردن، باید قدرت تقسیم شود و رئیس جمهور گفته در روز عاشورا که من قدرت تقسیمم نمی کنم. پس این چیزا باید در طول مدت حل شود و به هر شکلی که هست بر رهبران طالبان هم مد نظر گرفته شود جای در علیکه قدرت در افغانستان، به خاطر که اونا هستند که جوانای خود میگن که جنگ کنین یا نکنین. پس ما به رهبرانشون چی داده میتونیم که تشنگی جنگ از اینا را ما کم بسازیم؟ درست. آقای فرهادی، فکر میکنین که حالا تقسیم قدرت چگونه میتونه صورت بگیره؟ آیا از احتمال از این صحبت میکنین که ممکن در یک حکومت موقت انتقالی که پس از او یک انتخابات برای انداخته شود، و یا این که بدون کدام انتخابات طالبان بیاین و شریک قدرت شوند؟
فکر میکنم که وقت برای انتخابات اوقدر نیست در افغانستان و متاسفانه در انتخابات از دمید انتخابات 18 سال اخیر دست بازی شده در انتخابات در افغانستان و طالبا این رقم انتخابات نمیپذیرند. پس بهتر است که به یک شکل شوه که فعلا به یک شکل اینا بیاین در قدرت جای بگیرن و بعد از مذاکرات باز تصمیم گرفته شده که چی رقم آینده شکل بگیره و این قانون اساسی را قسمی که شنیدین باید تعدیل شوه، باید همراهش همو شیخ الحدیث های طالبا و شیخ الحدیث های ما باز یک کاغذ یک جایی بسازن که چی تغییر شوه، که بعد از او باز انتخابات فکر نمی کنم که طالبان به انتخابات عقیده داشته باشن. پس باید راه های دیگر را پیدا کنیم و مدل های دیگر را در دنیا ببینیم. مثلا در امارات هیچ وقت انتخابات نیست، در دبی مگم کل ما دبی خوش داریم، نام شما امارات است. خب از او خاطر هر مدل باید فورا دانی انداخته نشه، باید زیادتر تعمق شده سرش. درست، ممنون جان آقای فرهادی. آقای صافی، حالا اگر بیاین در مورد چگونگی شریک شدن طالبان در قدرت، از دید شما چگونه میتونن اونا در قدرت سهیم شوند تا باعث شود جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنن و اونا هم به هدفهایشان برسن و همچنان خواستهای مردم افغانستان مد نظر گرفته شد؟ در شکی نیست که وقتی که در مذاکرات دو طرف میشینه حتما این مسائل هم صحبت میشه، به خاطر از اینکه در قدرت شریک شدن ضرور است که در قدرت باید وا باشن دیگه. ای تو خوش شدن هم میتونه که طوری که آقای فرادی گفت که اونا بیاین در کنج مسجد یا مدرسه بشینن، اونا هم در سیاست میخواین باید شریک باشن و خدا کنه که همی پذیرفته شوه. اگر در مذاکرات یک تصمیم گرفته شوه که باید، اما چگونه حالا شریک شدن از اونا در قدرت، در صورت که آقای فرادی میگن که فرصت یک انتخابات نیست، ولی از دید شما رفتن به یک حکومت موقت یا یک حکومت وحدت ملی و یا یک حکومت همشمول و مشارکتی، چه نوع حکومتی؟ شما اگر در جریان هستین شاید حتما دیدین که رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیفش گفت که این حکومت حکومت ملی است، این حکومت برای همه افغان هاست. طالبان هم افغان هستن، اینا یک قوتی هستن، اونا باید اگه میخواین که در افغانستان سیاست بکنن آغازش باید امی باشه که باید در حکومت ادغام شون، اونا بیان جای پای داشته باشن و سیاست بکنن برای آینده افغانستان. من هم نظر هستم که حالا انتخابات های صورت گرفته که شما میدانین که انتخابات درست. ولوسی جرگه انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت درست. اما اینا لی افغانستان توانایی زیر نداره که یک انتخابات دیگه ما شما داشته باشیم ممنونش. و حکومت های موقت هم هیچ نتیجه نمیته. من فکر میکنم که بهتر است که اونا در قدرت شریک شوند و نفرایشان یا جنگجویایشان باید درست. هم مدغم شوند در اردو، در پلیس، در دیگه جای. ممنون از حضور شما آقای صافی و شما همچنان آقای فرهادی. تشکر از شما.